چهاردهم مهر ماه 1396 خورشیدی و ششم اکتبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به جاسوسی زهرا لاریجانی، دختر رئیس قوه قضاییه نظام مقدس جمهوری اسلامی. بله، بذارین قبل از اینکه تقدیم رو پخش کنیم یه نکته بگم خدمتتون درباره برنامه هفته پیش که دیگه نخواهیم برگردیم روی این موضوع. هفته پیش در گزارش از عزل و نصب‌هایی که آقای یکزاره مدیر عامل ایران خودرو انجام داده، اسم و سمت چند نفر رو گفتیم، از جمله میرسلیم و فکو فامیلای حسن روحانی و آقای مهران لهراسبی که الان مدیر عامل ایران خودرو فارس هستن. ایشون گفتیم که آقای لهراسبی خواهرزاده علایالدین بروجردی است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس از دوران کودکی تا حالا. بعد با پارتی ایشون، با پارتی آقای بروجردی، آقای لهراسبی در حالی که سابقه مدیریتی نداره شده مدیر عامل خودرو فارس. اینو هفته پیش گفتیم. بعد از پخش برنامه آقای مهران لهراسبی برامون ایمیل زدن، یکی دو تا ایمیل، دو سه تا ایمیل که نوشتن بنده مهران لهراسبی هستم و متاسفانه اطلاعات ارائه شده در برنامه صفحه آخر مورخ هفتم مهر ماه 96 در خصوص بنده اشتباه بود. یک، بنده خواهرزاده آقای بروجردی نیستم. دو، بنده در ایران خودرو سالها کارشناس بودم و بعد مسئول و رئیس و مدیر و در نهایت مدیر عامل ایران خودرو فارس شدم. در سال 1392 که از تهران و پس از صدور حکم مدیر عاملی به شیراز اعزام شدم، یعنی برای خودرو فارس، تا کارخانه زیانده و تقریبا ورشکسته ایران خودرو فارس را سر و سامان دهم، میزان اشتغال بسیار ناامید کننده بود و در حال حاضر با 10 برابر شدن تولید و افزایش کیفیت محصول این شرکت اشتغال نیز 2 برابر شده است. آقای مهران لهراسبی، کاش میمدن تو برنامه تا خدمتشون مستقیم عرض کنم که اولا خیلی متشکرم از اینکه تصحیح کردین که خواهرزاده علایالدین بروجردی نیستین. ولی آیا شما سفارش شده آقای علایالدین بروجردی هم نیستین؟ آقای لهراسبی، ایران خودرو فارس برای سومین سال متوالی موفق به کسب عنوان واحد نمونه صنعتی گردید. سایت ایران خودرو فارس وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که آقای مهران لهراسبی واقعا 3 سال پی در پی از سمت مدیر عامل ایران خودرو فارس جایزه مدیر نمونه گرفتن. بعد خبرهای دیگر رو وقتی میخونیم، برای مثال این مال آبان 18 آبان 94، یعنی همون سالی که آقای لهراسبی به عنوان مدیر نمونه شروع کردن به جایزه گرفتن. سال اول، علی همتی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت فارس در خصوص وضعیت کارخانه ایران خودرو فارس گفت این کارخانه که اشتغال زایی 150 نفر ایجاد کرده، در گذشته روزانه 60 دستگاه پژو پارس تولید میکرد که متاسفانه تولید در این کارخانه افت پیدا کرده و به روزانه 20 دستگاه رسیده است. وی افزود این کارخانه در گذشته با ظرفیت کامل کار میکرد، اما متاسفانه همکنون 2/3 ظرفیت آن خالی است. آقای لهراسبی، این جایزه های مدیر نمونه رو شما بابت این گرفتین که با مدیر عامل شدن شما تولید کارخونه 2/3 اومد پایین؟ تو برنامه صفحه آخر به چند تا از این جور جایزه ها قبلا پرداختیم، از جمله جایزه آقای مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور، جایزه های بابک زنجانی به عنوان مدیران نمونه و کارآفرین و اینا، مرتضوی هم البته جایزه مدیر نمونه سال گرفت. شما ما لهراسبی اصرار نفرمایین، همونقدر که پرداختیم کافیه. خب، تقدیمی این هفته به حسن روحانی رئیس جمهور.
من یه بازنشسته وزارت کشور هستم که در سال 81 بازنشست شدم. الان 66 سال سنمه، 4 ماه مبتلا شدم به سرطان لنفام که مشغول شیمی درمانی هستم. متاسفانه حقوقای ما همیشه بین 30 تا 31 پرداخت میشد و شیمی درمانی منم هر 21 روز انجام میشه با 1,500,000، 1,400,000، 1,300,000 پول دارم. متاسفانه الان مدت 2 ماه تو اوقای ما سر موقع پرداخت نمیشه که من بتونم دارو بگیرم. یه دور دارومو متاسفانه از دست دادم، یعنی نوبتم افتاده برای 2 هفته بعد. تقاضای من از آقای رئیس جمهور، از سازمان بازنشستگی که یکی از ثروتمندترین صندوق‌های کشور بود که به همه جا کمک میکرد، حتی به بانک‌ها، میگن دیناری پول نداره. حقوقای ما رو انداختن به 4م 5م، همینجور داره ادامه پیدا میکنه. زنگ میزنیم جواب نمیدن، یا جواب میدن میگن آقا فعلا پول نداریم، داریم دنبال پول میکنیم. تکلیف من بیمار شیمی درمانی چی؟ در ضمن در استان سیستان و بلوچستان و کرمان این سرطان داره بیداد میکنه. نزدیک به 60,000-70,000 نفر تو نوبت شیمی درمانی سرطان لنفام یا در حال شیمی درمانی هست. بیچاره هایی که از سیستان و بلوچستان میان کرمان، متاسفانه اونجا که نه درمانگاهی دارن نه جایی رو دارن، میان کرمان برای شیمی درمانی. بعضی از پزشکان مبلغ 400,000 تومان فقط توی مطب پول از اینا میگیرن تزریق انجام به غیر از پول دارو. چرا فکری برای مردم ایران نمی کنید؟ چرا همش به فکر مردم فلسطین، لبنان، یمن، سوریه؟ پول شیمی درمانی من دارین به اونا میدین، پول بیماری من دارین به اونا میدین، به حسن نصرالله گردن کلوف میدین. ماجرای جاسوسی زهرا لاریجانی، دختر صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه برای انگلیس، مدتی است در فضای مجازی، مدتی است که انصافا یه نمیدونم 2 هفته است شاید در فضای مجازی مطرح شده. آمد نیوز مشخصا هفته پیش این موضوع رو با جزئیات مطرح کرد و برای نخستین بار هم همین آمد نیوز مطرح کرد، اصلا این خبر رو با جزئیات مطرح کرد هفته پیش، بدون اینکه البته سندی ارائه بده. سند ارائه دادن هم واسه اینجور چیزا تقریبا ناممکنه. اگر سندی گیر بیاد واقعا باید درود فرستاد به کسانی که تلاش کردن برای گیر آوردن سندهای مربوط به پشت پرده های وحشتناک، خطرناک و فاسد نظام مقدس با توجه به سیستم امنیتی حاکم بر ایران و اصولا ماهیت امنیتی و اطلاعاتی کار جاسوسی که اسناد و مدارکش همیشه محرمانه و فوق محرمانه است، خب خیلی سخته که سندی بشه پیدا کرد. باری واکنش هایی که افشاگری آمد نیوز باعث شد نشون داد که قضیه نمیتونه بدون پایه و اساس باشه. قبل از اینکه این واکنش ها رو بنده اشاره کنم، عرض کنم خدمتتون که برای نخستین بار 2 سند مربوط به این جاسوسی رو در این برنامه میبینید که همین چند ساعت پیش برای آقای روح الله زم که این اسناد رو در اختیار، این خبر رو اصلا منتشر کرد و داد به آمد نیوز، از طریق ایشون به دست ما رسید که امشب میبینین این اسناد رو. باری یک لشکر از تندروها و یواشروهای جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور شروع کردن به تکذیب از زمانی که خبر جاسوسی مطرح شد. و برای نمونه این هایی که دارین میبینین تکذیب کننده ها، بخشی از تکذیب کننده ها از همه جناح هم هستن و حالا خارج از کشوریاشون اصلا کاری نداریم. صادق لاریجانی، سید محمود علوی وزیر اطلاعات، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، علی مطهری نایب رئیس مجلس، که علی مطهری مثلا دیگه آدم انتظار نداره که بگه مردم دروغ پراکنی رسانه‌ها درباره مقامات رو نمیپذیرن، مربوط به همین جاسوسی. احمد خاتمی در نماز جمعه میگه صادق لاریجانی محکم در برابر فتنه‌گران ایستاده است و این هم هزینه اش است، یعنی همین افشاگری ها به قول خودشون شایعه ها. و بعد آقای احمد خاتمی میفرمایند آمد نیوز بهایی است و هزینه اش را بهاییان میپردازند. بله،
بعد محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید حمله و اتهام ضد انقلاب نشان میدهد از انقلابیگری صادق لاریجانی به سطوح آمدند. جواد امام رئیس بنیاد باران اونم میگه اتهام زنی دروغین و فضاسازی مسموم در فضای مجازی فلان بلان خانواده در نسبت به خانواده رئیس قوه قضایی. آذری جهرومی که دیگه از حرم نشمس اون اگر نمیمد حرفی بزنه آدم تعجب میکرد که میگه نمیدونم تجربه نشان داده هزینه انفعال در برابر دروغ پردازان نفرت پراکنی در جامعه است. این فارس نیوز، رجا نیوز، تسنیم، صدا و سیما، همه سپاهی ها. بخش خبر 23 که حالا یه تیکش رو خواهید دید، احمد علی مقدم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی میگه دشمن میخواهد آیت الله لاریجانی رو مانند شهید بهشتی ترور شخصیتی کند. رضا خود اینا بعضیش جوکه. بعد رضا سراج که بازجو اینا کاری ندین اونا طبیعتا تکذیب میکنن. لطف الله فروزنده عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی مسئول خانه های امن سپاه برای دولت در سایه میگوید رئیس قوه قضاییه بداند هر چه انقلابی تر عمل کند بیشتر تخریب میشود. بعد از نماینده های مجلس محمد عزیزی، فریدون احمدی، اکبر ترکی، محمد قسیم عثمانی و از مجلس خبرگان آیت الله محسن حیدری آل کثیر. بعد باز حمیدرضا ترقی اون عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه که آدم پر سر و صدایی هم از همیشه، حمیدرضا کاظمی باز یه نماینده مجلس دیگه، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان وابسته به سپاه. ببینین اینا و کسان دیگه عرض کردم هستن که من اسمشون رو اینجا نگفتم، آبروداری کردم در واقع مخصوصا خارج از کشوری، خودشون میدونن دیگه. ببینین اینا همه اومدن تکذیب کردن، صداهایی هم بود این وسط که واقعا کشف حقیقت رو میخواست در همون داخل کشور، در خود مجلس. در ببینید در گزارش جاسوسی زهرا لاریجانی آمده که یکی از کارهایی که زهرا لاریجانی کرده عکس گرفتن از بولتنای محرمانه جمهوری اسلامی بوده است که این بولتنا در داخل خونه آقای صادق لاریجانی بوده. حالا توضیحات مفصلش رو خواهید شنید. اینا رو میرفته خانم زهرا خانم عکس میگرفته و عکس اینا رو میداده به سفارت انگلیس. بعد به همین دلیل است که محمود صادقی که خدا واقعا اینجور آدم ها رو زیاد کنه مگر جمهوری اسلامی تکلیفش روشن بشه، محمود صادقی در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایلنا با اشاره به تهیه طرح سوال خود از وزیر اطلاعات و ثبت رسمی آن برای به جریان افتادن این سوال در جریان نشست علنی امروز مجلس گفت با توجه به آنکه ضوابط و معیارهای تولید، انتشار، توزیع بولتنهای محرمانه و همچنین نحوه مراقبت، حفاظت و امهای این بولتنها مشخص نیست، با تهیه طرح سوال از وزیر اطلاعات خواستار پاسخگویی مسئولان شدم. رحمت الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هم نوشت اخیراً اخباری درباره ارتباط دختر رئیس دستگاه قضایی کشور با برخی سرویس‌های بیگانه و دستگیری وی به صورت گسترده در فضای آنلاین و مجامع مختلف منتشر شده که موجبات تعجب ملت رشید ایران را فراهم آورده و واجب است که در این زمینه روشنگری شود. بر رئیس دستگاه قضایی شرعاً و اخلاقاً واجب است که به شفاف سازی در این زمینه بپردازد و در صورت متوجه بودن هر گونه سهل‌انگاری به شخص ایشان از مردم رسماً عذرخواهی کند. ولی گفتم که انبوهی اومدن تکذیب کردن به دلیل منافعشون و همه چیز. قبلا هم تکذیب کرد. اصلا یک رسوایی در جمهوری اسلامی که حتی ثابت شد تا حالا شده که بیاد جمهوری اسلامی بگه بله درست بوده؟ ماجرای سعید طوسی که ما با 4 تا از قربانیان او و با خودش صحبت کردیم و پخش کردیم مصاحبه ها رو و همه اسناد مربوطه هم نشون دادیم، تکذیب کردن، همشون تکذیب کردن. خود سعید طوسی هم بعد از اینکه با ما مصاحبه کرد قبلش حتی اومد تکذیب کرد، گفت اینا چقدر کثیفن فلان. خب خودش خیلی تمیز چقدر تکذیب کردن. ماجرای همین قاری قرآن محبوب رهبر رو بعد از همین تکذیب و همین چهارشنبه پیش محمود صادقی نماینده مجلس
در توییترش نوشت بعضی از اولیای شکات مربی صوت الله، یعنی همین شخص طوسی، از این جانب درخواست پیگیری پرونده را کردند. از مسئولان خواستند پرونده را به شعبه رسیدگی کننده برگردانند. چون پرونده رو گفتم دیگه، رئیس کل دادگستری استان تهران برداشته گذاشته تو کشوش، به هیچ کی نمیده، نمیذارن برگرده به شعبه. در اون گزارش ها عرض کردم خدمتتون، هنوز همچنان دارن دنبالش رو میگیرن دیگه. و ای کاش همه نماینده های مجلس واقعا نماینده ملت بودن، میمدن انعکاس میدادن خواسته مردمو. ولی به هر حال نظام مقدس هیچ جا نمیاد بگه این درسته، همش تکذیب میکنه. ماجرای 63 حساب صادق لاریجانی رو مگه تکذیب نکردن؟ آیت الله آملی لاریجانی، شایعه حساب های میلیاردی رئیس قوه قضاییه کذب محض است. کلی هم اومد فوش داد و طبق روال معمول بیانات ایشون. حالا ماجرای جاسوسی دختر ایشون، دختر قازل قضات، تکذیب میشه. منتها از عصبانیت هرچی فوش میتونه این دفعه بده، آقای لاریجانی، صادق لاریجانی از تریبون عمومی نثار میکنه. و ببینین، میگن کسی رو که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. به جای اینکه خود زهرا خانم لاریجانی اگه جاسوسی نکرده بعد از این همه سر و صدا لااقل بیاد با صراحت تکذیب کنه و بگه به چه دلیل به سفارت انگلیس و نیوزلند و فرانسه و ایتالیا رفت و آمد داشته، و صحبت خواهیم کرد در طول برنامه، و حتی از رفت و آمد مکررش به سفارتخانه انگلیس فیلم گرفته شده، بگه که دلایل رفتن و مکررش به این سفارتخانه فلان و بهمان بوده که ربطی به جاسوسی نداشته مثلا، و از این حرفا. اگر ریگی به کفش نیست، باباش که خودش هم پاش تو این اتهام ممکنه گیر باشه، به جای اینکه بیاد با صراحت اینا رو بگه اگه دلیلی هست، میاد یه رشته فوش ردیف میکنه که آدم بیشتر شک میکنه. واقعا شایع پردازان که کاملا شناسایی شدن و از زمره اراذل و اوباش فراری فتنه 88ن و اجیر بیگانگان شدن و در ازای خباست و سخاوت کاریشان پول دریافت میکنند و غیره و غیره. این فتنه 88 هم اگه نبود، من نمیدونم این صادق لاریجانی چی داشت بگه در برابر هر افشاگری. وزیر اطلاعات دولت آقای حسن روحانی هم اومد تکذیب کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی گفت یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، که این معاونت هم هیچ گونه اثری از اقداماتی که حتی ظن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشد درباره هیچ یک از اعضای خانواده آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه مشاهده نکرده است. ببین دروغایی میگن تابلو، این همه آدم با اتهام جاسوسی زندانن، دست وزارت اطلاعاتن. حضرت حجت الاسلام محمود علوی جزئیات دستگیری جاسوس زن ایرانی انگلیسی توسط سپاه در فرودگاه امام کی گرفت اینو؟ سپاه. اون خانم بدبخت رو کی گرفت؟ آقای رضا گلپور و محمد حسین رستمی از اماریون رو که به اتهام جاسوسی انداختین زندان، شما بودین یا اطلاعات سپاه بود آقای وزارت اطلاعات؟ کجا تنها مرجع نمیدونم رسیدگی به موضوع جاسوسی و فلان و اینا وزارت اطلاعات؟ مورد اینقدر زیاده که من بی خودی دیگه ایسا بدین وقت شما رو نگیرم و آقای وزیر اطلاعات، فقط بگم که این ماجرای همه توانی اطلاعات سپاه تو این قضیه اینقدر تابلوه، تو این ماجرای جاسوسی و علکی اتهام زدن جاسوس گرفتن یا اینکه جاسوس هایی رو که واقعا گرفتن، اینقدر تابلوه که خود سپاه هم میاد با صراحت میگه در این باره. یک نمونه فقط براتون بخونم. معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پخش گزارش‌های مغرضانه از سوی برخی شبکه‌های خبری بیگانه مثل صدای آمریکا در خصوص تقابل دولت با سپاه به واسطه دستگیری جاسوسان امنیتی توسط سپاه اظهار کرد نه تنها اقدام سپاه در دستگیری جاسوسان امنیتی تقابل با دولت نیست، بلکه حمایت و پشتیبانی از دولت در پیشبرد منافع ملی محسوب می‌شود. حالا آقای وزیر اطلاعات بیاد بگه که یگان مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است و ما میگیم که فلان.
اما وقتی پای منافع نظام در میانه، قطعا میان همه چی رو تکذیب میکنن تا بعد یه جوری به حساب خودشون جمعش کنن. میگم به حساب خودشون چون مثلا توسی رو اومدن اول تکذیب کردن بعد به حساب خودشون جمع کردن. ولی کجا جمع شد؟ کجا جمع شد؟ دیگه نمونه شد دیدین دیگه، توییت همین چهارشنبه پیش نماینده مجلس. کسی باور کرد که شما تکذیب کردین؟ اصلا هیچ نماینده هم حرف نمیزد، توییتی هم در کار نبود. واقعا کسی باور کرد؟ سعید طوسی الان یکی از مشهورترین چهره های مستحجن ایرانه برای همه مردم. اطلاعات سپاه وقتی بخواد تکذیب بکنه، خود اطلاعات سپاه رو ببینید، وقتی بخواد تکذیب کنه همین ماجرای جاسوسی دختر لاریجانی رو، میاد به شیوه خاص خودش تکذیب میکنه. خیلی جالبه ها. حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه در واقع میاد فرار به جلو میکنه، میگه نه تنها این اتهام دروغه، بلکه قرار است در آینده اتهام های مشابهی درباره بقیه شخصیت های نظام هم مطرح بشه که از الان بدونین دروغه. من عیناً میخونم که چی گفته. حسین طایب با کذب محض خواندن اتهام مطرح شده درباره یکی از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه گفت با توجه به برخوردهای قانونی مؤثر قوه قضاییه در برخورد با مفسدین و عوامل نفوذی دشمن در سالهای اخیر، بالاخص دستگیری و اعلام محکومیت جواسیس دو تابعیتی وابسته به آمریکا و انگلیس و برخی سرویس‌های منطقه‌ای همکار آنان، این گونه هجوم‌ها و دروغ‌پردازی‌های عناصر وابسته به دشمن دور از انتظار نیست. حجت الاسلام حسین طایب افزود حسب اطلاعات ما در ماه‌های آینده این روند اتهام زنی‌ها و پرونده سازی‌های دروغین درباره موضوعات و شخصیت‌های دیگر نیز ادامه خواهد داشت. بله. باری دو شب پشت سر هم، دیشب و پریشب، اخبار 23 سیمای آقایون هم اومد تکذیب کرد همین ماجرا. یک شب ببینیم. شیطنت در فضای مجازی و شایعه ای که از اساس کذب بود. وزیر اطلاعات میگه هیچ یک از اعضای خانواده رئیس قوه قضاییه در مزان اتهام جاسوسی نیستند. علوی با تاکید بر اینکه تنها مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در کشور وزارت اطلاعات، گفته تا الان هیچ گونه اثری از اقداماتی که حتی زن جاسوسی در مورد آن وجود داشته باشه درباره هیچ یک از اعضای خانواده آیت الله حاملی لاریجانی مشاهده نشده. در روزهای گذشته خبرهای مغرضانه درباره خانواده رئیس قوه قضاییه، ساخت و پرداخته کانال‌های خبری معاند در فضای مجازی منتشر شده بود. دشمن سیری محکم خورده در فتنه 88، در بحث نفوذ، و البته خب حالا طبیعی است علیه قوه قضاییه، دستگاه قضایی، مسئولان قضایی، شخص رئیس قوه، هر چی میخوان میکنن، میگن، اقدام میکنن، شایعات درست میکنن. شما همین اخیرا دیدین شایعات درست میکنن. یه دفعه من گفتم شما جواب بگید، گفتم من چه جوابی بدم، چه پاسخی بدم؟ حرفایی که 100% کذبه، من بشینم اینجا جواب بدم؟ اینا مسببین شما میشناسیم کیان؟ اراذل اوباشیان که از فتنه 88 فرار کردن، رفتن اونجا این کارا رو میکنن. ما بشین اینا خیلی حقیقی‌تر از این است که ما جواب اینا رو بدیم. کی هستن ما جواب بدیم؟ چی میگن که جواب بدیم؟ ولیکن به اربابانشون البته میگیم، به اونهایی که اینها رو اجیر کردن البته میگیم که اگر مقصودتون اینه که از این حرفا جمهوری اسلامی عقب نشینی کنه، مسئولان قضایی کتابیان، خیلی خیلی در اشتباهید. عرض کردم گزارش جاسوسی زهرا لاریجانی رو آقای روح الله زم دادن به آمد نیوز. آقای زم خوش آمدید به صفحه آخر. ممنون که منو دعوت کردید. بفرمایید ماجرا چه بوده؟ یک تصویری از کل ماجرا رو خواهش می‌کنم به ما بدید. بنده در سکوت مطلق و امیدوارم بیننده هم همینطور. اصل ماجرا توی این 3-4 روز نمایش وقاحت بیش از 22 مسئول جمهوری اسلامی بود، از بالا تا پایین، که شاید این رو خودمون از عمد یه جوری طراحی کردیم که آقایون تکذیب هاشون رو بکنن و بعد اسناد رو برای اولین بار در برنامه شما من منتشر بکنم. شورای امکانان تصمیم گرفت که چون این پرونده رو من آماده کرده بودم، مسئولیت انتشارش رو اول به من بسپارن.
اصل قضیه این بود که روز 31 مرداد سال 95 یعنی تقریبا بیش از یک ماه پیش یک جلسه تشکیل میشه توی یک سال پیش نه نه همین یک ماه پیش آن 96 خب بله یک ماه پیش جلسه تشکیل میشه در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به اسم مجمع عالی فرماندهان سازمان اطلاعات سپاه. توی اون جلسه آقای لاریجانی به خاطر اینکه خب مهدی خزعلی زندان بوده و قبلا دستور قتلش رو داده بود و انحراف اذهان مردم از 63 حساب بانکی و تجمعات مکرر مردم، مالباختگان مؤسسات مالی که اموالشون توسط قوه قضاییه توقیف شده و به اون 63 تا حساب شخصی آقای لاریجانی وارد شده که ایشون سود ماهیانه 50 میلیارد تومنش رو بگیره، یک طراحی میکنن که با بازداشت احمدی نژاد و همزمان بازداشت حسین فریدون برادر رئیس جمهور، اذهان مردم رو منحرف بکنن به این سمت. همزمان به خاطر اینکه تب جامعه گرفته بشه یک طرح بازداشت نمایشی فاضل لاریجانی رو میزنن که بگن ما مثلا میخوایم مبارزه با فساد بکنیم و نمایش این رو به مردم نشون بدن. توی اون جلسه برای اولین بار بحث جاسوسی دختر زهرا لاریجانی خیلی خفیف مطرح میشه و گزارش جلسه رو باد صبا به ما میرسونه. بعد از اینکه ما گزارش این جلسه رو منتشر کردیم 15 روز بعد یعنی توی تقریبا 15 شهریور یک جلسه تشکیل میشه در دفتر آقای لاریجانی با حضور اسماعیل خطیب رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، آقای نوروزی و پورزاره دو تن از معاونین آقای خطیب و آقای لاریجانی. اونجا تقریبا چیز میکنه که بالاخره این کار این پرونده دست 6-7 نفر آدم معدوده که دو نفر از اینا مسئول تعمیم زهرا لاریجانی بودن که از مأموران حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران بودن به اسم خسروی و میلانی. خسروی و میلانی مسئولان تعقیب و مراقبت تعمیم نگین خواهش میکنم تعقیب مراقبت تعقیب مراقبت زهرا لاریجانی بودند و در حفاظت قوه قضاییه در حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران. خب کی اینا رو کی کل کی زیر نظر کجا تصمیم سازمان گرفته شده بود که این دو نفر که اسم بردین که یه بار دیگه من اسمشون رو بگین ممنون میشم، این دو نفر که اسم بردین کجا تصمیم گرفته شده بود که اینا برن؟ یعنی ببینین کیس جاسوسی مطرح میشه یا اتهام جاسوسی مطرح میشه، بعد کدوم نهاد تصمیم میگیره که تعقیب مراقبت بزنن برای زهرا لاریجانی که برن ببینن داستان چیه؟ این یه درگیری بوده بین ابراهیم زیایی که رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران بوده با خطیب که رئیس حفاظت کل قوه قضاییه است. بین این دوتای درگیری بوده، زیایی میاد به خاطر اینکه بالاخره حالا یه ضرب شستی نشون بده میاد دوتا از ماموراشو میذاره مامور مراقبت زهرا لاریجانی. توی پروسه حفاظت اطلاعات کل قوه میفهمه که اینها دو تا مأمور به اسم خسروی و میلانی رو گذاشتن که رد دختر صادق لاریجانی رو بگیرن که این کجا میره و چیکار میکنه ازش آتو بگیرن. تو این وسط موقعی که خطیب میفهمه که این پرونده وجود داره، خطیب پرونده رو برمی‌داره میبره پیش صادق لاریجانی که بالاخره دختر شما بحث جاسوسیش مطرحه و تو این سفارت‌ها تردد داشته، ایتالیا، انگلستان، ونزوئلا در کنار خیام جماران اینجا تردد داشته و صادق لاریجانی خب وحشت میکنه. در عرض یک هفته بعد از اینکه صادق لاریجانی میفهمه که خطیب موضوع رو فهمیده، خطیب پارسال زنش مرده بوده و تو قم زنش رو دفن میکنه، به شکل مشکوکی زنش فوت کرد. خطیب رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، حجت الاسلام اسماعیل خطیب، بله که سیدم هست، خانومش فوت میکنه و خانومش رو توی قم دفن میکنه و دو هفته پشت سر هم که شب جمعه داشته میرفته زیارت حالا قبر زنش و حالا مثلا فاتحه بخونه و اینا، تو جاده تهران قم به شکل فجیعی تصادف میکنه، تصادف مرگبار که دو تا شب جمعه پشت سر هم. بعد میاد قضیه رو به معاونت کاشف حفاظت اطلاعات قوه قضاییه میگه که صداقته اسمش، میاد رو تحقیق کنم، دو هفته پشت سر هم یه دفعه ماشین ملق میزنه و یک دو تا محافظ میمیرن و
چه دلیلی داره هستن مثلا. اینا میان تحقیق میکنن میبینن که تیم حفاظت صادق لاریجانی اون ماشینایی که حالا به این زدن و باعث تصادف شدن و فلان و اینا متعلق به تیم حفاظت صادق لاریجانی هستن. اونجا این دوتا میان با هم معامله میکنن، یا ما پرونده تو رو مخفی نگه میداریم، اونم میگه آقا من اینه تو رو مخفی نگه میدارم، و قضیه بین خودشون جمع میشه و خسروی و میلانی رو میندازن زندان. خب همینجا اجازه بدین، معذرت میخوام، همینجا اجازه بدین برای اینکه یه جمع‌بندی بکنیم مرحله به مرحله که قاطی پاتی نشه. قضایا برای خود شما روشنه، انقدر تون تون میگین که ببینین در اختلاف زیایی از حفاظت دادگستری استان تهران با سید اسماعیل خطیب رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بعد از اینکه در جلسه حدود یک ماه پیش گفتین یا 15 روز پیش به هر حال مطرح می شود اتهام جاسوسی زهرا لاریجانی، بعد از اون زیایی که مال حفاظت دادگستری استان تهران دو تا از آدماشو خسروی و فرد دیگر رو میذاره به عنوان تعقیب مراقبت برای اینکه ببینن صادق، ببینن زهرا لاریجانی کجا میره میاد، به هر حال اطلاعات چه کسب بکنه. و بعد وقتی که این اطلاعات کسب میکنه به خطیب میده این اطلاعاتو، درست میگم؟ بله، به خطیب میده، یعنی به معاون کل حفاظت اطلاعات، به رئیس کل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، به اون میده. اینا اگر اختلاف با هم داشتن چرا گزارشو میده به خطیب آقای زم؟ گزارشو خطیب توی حفاظت اطلاعات دادگستری آدم داشته، اینا همشون رو هم دارن کار میکنن، کارشناس اون میاد به این یواشکی اطلاعات میده، اون میره به اون میده، همشون تو خودشون جاسوس دارن. توی این حین تعقیب و مراقبت کسایی که توی حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران بودن میان گزارش پرونده رو میدن به خطیب که آقا این دو نفر از ماموراشو گذاشته واسه تعقیب مراقبت زهرا لاریجانی، و اونجا خطیب میفهمه که نیروی زیر دستش که زیایی هستش و مسئول حفاظت اطلاعات یه دونه دادگستری استانه داره کار خلاف میکنه، و حالا بعد بینشون درگیری پیش میاد. بله، بعد از اینو که خب تا برسیم به اسناد نگفتین هنوز، بفرمایید، خواهش میکنم. آره، تو جلسه اون 15 روز بعد از انتشار اولیه خبر، یعنی گزارش مجمع سازمان اطلاعات سپاه که منتشر شد، 15 روز بعد لاریجانی با اینا جلسه میذاره، اونجا این فرضیه رو مطرح میکنه، فرضیه که نه، به طور قاطع مطرح میکنه که این پرونده رو 4-5 نفر میدونستن، که حالا دو نفرشون زندانن، اجایی میدونه، من میدونم، تو میدونی، صداقت میدونه که معاون خطیب، معاون کاشف قوه است، که این نامه ها هم به امضای صداقت و مسئول پرونده است، اینا میدونن این قضیه نمیتونه از داخل ما نشر شده باشه، و حتما MI6 انگلستان نشر داده به روح الله زم، یعنی روح الله زم با MI6 انگلستان در تماس بوده و اونها گزارش جاسوسی دختر منو دادن به این. غیر از این دیگه وجود نداره. خب در قبل از این معذرت های جمهوری اسلامی، ببخشید، تبلیغات رسانه های جمهوری اسلامی از جمله دو تا فیلمی که دیشب 23 پخش کرد بر این قرار میگیره که شما مال MI6 این. بله، ببینین قبل لازم نیست شما رفع اتهام کنین آقای زم، بذارین این وقتی که داریم مشخص بریم روی این موضوع. ببینین دو نفر رو شما فرمودین، اون دو نفر خسروی و اسمشو بگیم، بازم من اینجا یادداشت کنم به حد اخبار ازتون نپرسم، آقای میلانی خسروی، آقای میلانی. میلانی از شدت شکنجه در بند 241 زندان وین الان یه کلیهشو از دست داد. خسروی و میلانی از افراد حفاظت دادگستری استان تهران به دستور زیایی میرن تحقیق مراقبت زهرا لاریجانی، و وقتی که اسناد مدارک پیدا میکنن فیلم میگیرن ازش و اینها، میان گزارش میدن که بله این رفتار مشکوک داره، میره میاد فلان از این داستانا. این دو نفر رو، خسروی و میلانی رو، کی و به دستور چه کسی میندازن زندان؟ تقریبا 5 ماه پیش به دستور خطیب میندازنشون بند 241 قوه قضاییه که مال قوه است، یعنی 241 3-4 تا بخش داره، یه بخشش دست وزارت اطلاعات، یه دستش دست حفاظ قوه است، یه بخشش زندانیای خاطی رو میارن که از سازمان زندان ها اونجا بند داره، یه بخشش هم دست وزارت اطلاعات. تقریبا 5 ماه پیش، یعنی این کیس از چه زمانی مطرح میشه؟ چون شما اول گفتین که در یه ماه پیش توی جلسه، نه یک سال پیش، گفتین
آره دیگه یک ماه پیش گفتین، گفتین یک ماه پیش تو جلسه مطرح میشه. خب این من میخوام همه سوراخ‌های قضیه رو بگیرم، خلاصه تکلیف روشن و روشن بشه. ببینین میگین 4-5 ماه پیش اینا رو میگیرن میندازن زندان. خب بنابراین برای اولین بار که یک ماه پیش مطرح میشه، از قبلش ولی حفاظت دادگستری استان تهران دنبال قضیه بوده ولی به صادق لاریجانی هنوز نگفته بودن، درست میگم؟ بله. دو سال خب. تقریبا پرونده مال 2 سال قبل. نامه هایی هم که الان میخوایم نشون بدیم مال تاریخش سال 95، یعنی مال 1 سال پیشه که بله. یعنی نشون میده که این کیس از قبل از 1 سال پیش دنبال میشده و نتیجهش نامه هایی است که 1 سال پیش در اومده بین خودشون و خب حالا کیس الان مطرح شده، علنی شده. خب یه مدتی خسروی و میلانی تحت مراقبت زهرا لاریجانی هن. 4-5 ماه پیش اینا رو خطیب معاون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که اگر بتونیم بگیم در باند صادق لاریجانی است عذر میخوام، دستور میده که همونایی که تحت مراقبت کردن به عنوان آگاهان از ماجرا، آگاهان مستقیم بگیرن بندازن زندان. خواهش میکنم ادامهش بگید. روز 26 شهریور بعد از اینکه گزارش های آمد نیوز منتشر میشه، روز 26 شهریور جلسه شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور تشکیل میشه. این پرونده مخفی بوده بین سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه. یعنی پرونده هایی که ببین مثلا موقعی که نجات اومده سازمان اطلاعات سپاه، آقای طایب خیلی از پرونده هایی که نمیخواد نجات متوجه بشه که قائم مقامشه مستقیم میده به خطیب که حفاظ قوه رو کیسا کار بکنه که دست اطلاعات سپاه نباشه، که نجات جلوی یه سری کیسا رو بگیره. و واقعا هم آقای نجات توی سازمان اطلاعات سپاه واقعا جلوی یک سری مفاسد آقای طایب رو گرفته. ولی خب جایی که باید طایب حساب پس بده به نجات، به قائم مقامش، اینا رو میدن به حفاظت اطلاعات قوه. این پرونده مخفی بوده بین این دوتا نهاد امنیتی، وزارت اطلاعات از این پرونده خبر نداشته. بعد از اینکه خبر آمد نیوز منتشر میشه، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور 26 شهریور میاد تو اون جلسه و گلایه میکنه و حتی یه درگیری هم رخ میده بین اطلاعات سپاه و وزارت و با حفاظ قوه و اینا که شما چرا این پرونده جاسوسی رو مخفی کردین، شما قضیه جاسوسی مهدی هاشمی که اصلا پرونده ای نبود و صرفا اتهام مصلحی بود، آقای شهشهانی از اون موقع پیگیری میکرد و بردینش دادگاه، آوردین و هاشمی رو دغمغ کردین و بالاخره از این حرفایی که اونجا میزنن و اینا. و این پرونده مسلم جاسوسیه و ما رفتیم بعد از این خبر که در اومده روش تحقیق کردیم، دیدیم بله این پرونده مسلم جاسوسیه، چرا اجازه نمیدین ما ورود بکنیم ما به نت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات. و اونجا بالاخره یه حرفایی میشه و درگیریایی میشه که نتیجه اون جلسه و اختلاف بین اینها میاد تو جلسه 5 مهر بیت رهبری. خب صداتون تا بیت رهبری گفتین قطع شد، بقیهشو بگین. یا تو جلسه 5 مهر بیت رهبری که همون روز تشییع جنازه محسن حجاجی بود، آقای خامنه ای صبح بعد از اذان صبح میره بالا سر جنازه حجاجی، ساعت 8 تا 10 صبح بیت رهبری جلسه بوده. و گزارش شبکه خبرم که شما نگاه بکنین از پارلمان که دارن گزارش میدن، اونجا جلسه غیر علنی آقای شمخانی بود راجع به بحث استقلال کردستان و رفراندوم، که خبرنگار میگه بعد از ساعت 10 صبح نماینده ها مجلس رو تعطیل کردن و رفتن تشییع جنازه محسن حجاجی. تا ساعت 10 بیت رهبری جلسه بوده و توی اون جلسه آقای خامنه ای بوده، مشتبه خامنه ای بوده، وحید اقانیان بوده، محمدی گلپایگانی بوده، حسین طائب بوده، سردار نجات بوده، مصباح باقری کنی بوده، اسقر حجازی بوده، سردار باقری بوده، محمد علی جعفری، سردار رشید و حداد داده. توی این جلسه حالا منهای این که تصمیم میگیرن که برای بحث رفراندوم کردستان چیکار بکنن، که نتیجه اون جلسه شد نقل و انتقال تجهیزات و سایت های موشکی و تعویض فرکانس های بیسیمای سپاه و ناجا و اینا که میخوان یه مانوری با ترکیه برگزار بکنن لب مرز و یه ضربه شستی به اسرائیل هم نشون بدن، که حالا خروجی این جلسات بوده. اون جلسه های حتی داده راجع به بحث جاسوسی آقای دختر صادق لاریجانی یک بحثی رو مطرح میکنم، یه این باعث نگرانی جدیه و ما هم نمیدونیم، واقعا هم آقای خامنه ای هم نمیدونسته، یعنی از این پرونده 6-7 نفر بیشتر خبر نداشتن. منتها ولی انقدر این صادق لاریجانی اذیت کرد ما رو، این 2300 تا خانواده بیچاره رو گرفتن و به اسم آمد نیوز و ارتباط با من و اینا گرفتن کردن تو زندان، دیگه ما تمام منابعمون رو
متمرکز کردیم رو این که ببینیم بالاخره این پرونده رو بتونیم در بیاریم و با 30 تا زندانی و اینا که تا امروز بالاخره رخ داده تونستیم که اسناد این پرونده رو در بیاریم. تو اون جلسه حتی دادل میگه که بالاخره این بحث مطرحه و بحث مالباختگان مؤسسات مالی رو مطرح میکنه که اینها وسط خیابونن و قوه قضاییش رسیدگی نمیکنه و حاضر اینه در جلسه 6 ماه به صادق لاریجانی مهلت میدن که 3 تا قضیه رو معلوم بکنه. اول اینکه خروجی، یکی دیگه خروجی این جلسه آزادی مهدی خزعلی بود که فرداش مهدی خزعلی از زندان خارج شد، همون روز مثل تعهدی دادن، چیزی دادن که فرداش آزاد شد و 6 ماه به صادق لاریجانی مهلت میدن که بیلان 63 تا حساب بانکی شخصی که اموال مردم رو، مؤسسات مالی رو تو اینها دپو کرده و داره سودش رو میگیره به بیت رهبری ارائه بده. و یه بحثی دیگه هم که مطرح میشه راجع به تعیین تکلیف مؤسسات مالی و مردم و اینها که تا این 6 ماه یه تصمیمی گرفتن این حاضرین در جمع که اگر 6 ماه بعد حال صادق لاریجانی این کار رو انجام نداد چه ضمانت اجرایی داره، که یک تصمیم خیلی خوبی گرفتن دربارش. من چون میخوام نسوزه این تصمیم این رو نمیگم که دوست دارم اون بلا سر صادق لاریجانی بیاد، چون خیلی نه اصلا مخصوصا به خاطر اینکه به حاشیه نریم و متمرکز شیم رو همین بحث، تا همینجا به نظرم این قسمتش رو لطف کنین آره کفایت میکنه که بریم سراغ همین ماجرای پرونده جاسوسی. وقت یه رو بیشتر کمتر از یه رو داریم، بفرمایید. خواهش فکر کنم تا همون موقع تموم میشه. بعد از این جلسه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خب گردش کار زده بوده، بعد از این جلسه آقای معین و دو سه تا از مسئولین وزارت اطلاعات، مسئول ارشد وزارت اطلاعات که آقای معین قائم مقام آقای علوی تو وزارت اطلاعات، میرم شاه خامنه ای و میگن آقا بالاخره این اخباری که مطرح شده باعث نگرانیه و شما باید ورود بکنید. قبلش اینا میرم پیش آقای ناطق نوری، آقای ناطق نوری میگه من کاری نیستم، تو بیتم نیستم و نمیتونم که روی این پرونده تصمیم بگیرم، پرونده رو به سمع خود آقا برسونم. قبل از اون اینا میرن پیش محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، میگن آقا این پرونده مطرح، مستندات داره، ما تحقیق کردیم درسته، شما یه شعبه بازپرسی رو معلوم بکنین که ما دستور قضایی بگیریم دختر صادق لاریجانی رو بگیریم. کیا میرن؟ کیا دنبال میکنن؟ کارشناسان معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات. وزارت اطلاعات. بله. بله. که بهشون اصلا به اینا دور نمیدن دیگه، تمام پرونده ها دست حفاظت اطلاعات و قوه و اطلاعات سفر. ولی این کارشناس ها به این پرونده دست پیدا کرده بودن. بله دیگه، بله. بعد از اینکه ما خبر رو منتشر کردیم اینا کاملا مطلع شدن و رفتن تحقیق کردن دیدن درست. بله. و قبل از میرم شای منتظری، آقای منتظری میترسه، میگه این پرونده رو اگه من بدم دست یه بازپرسی اینا اول خودم رو برمیدارن، دوباره که مملکت به هم میریزه و اینا، که بعد اینا همونطوری که گفتم میرن پیش آقای ناطق. آقای ناطق هم میگه ببریم پیش خود آقای خامنه ای و دیگه بالاخره وقت میگیرن. بعد از جلسه یه روز 5 مهر ماه که صبح بوده اینا میرن پیش آقای خامنه ای و آقای خامنه ای اول باور نمیکنه، میگه آقای گزارشی آمد نیوز منتشر کرده و مگه میشه مثلا دختر رئیس قوه من جاسوس باشه؟ اینا میگن بله میشه. میگن چه جوری؟ 45 دقیقه خلاصه شنود و میذارن آقای خامنه‌ای گوش میکنه خلاصه شنود زهرا لاریجانی رو و یک دو تا فیلم میذارن، یه سری سند و مدرک هم میدن با آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای اونجا بسیار متعجب میشه چون واقعا اطلاع نداشته ایشون. و بعد از اون جلسه اینا رو وحید حقانیان و آقای معین و دو سه تا کارشناسای معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات مسئول این پرونده میکنه. بعد از این جلسه هم که اینا میرن بیرون با وحید حقانیان دو ساعت جلسه خصوصی میذاره که کسی از محتوای اون جلسه خبر نداره، باد صبا به ما نرسونده هنوز. وحید حقانیان محافظ شخصیش که حالا فیلمشون هم عکس‌ها و فیلماشون هم داریم، حالا اگه بتونیم نشون بدیم. وحید حقانیان معاون امور ویژه بیت رهبری، معاون امور ویژه بیت رهبری و همیشه همراه آقای خامنه‌ای هست، اون آدم قولتشنی که همه دیدنش. بله خب بله، آدم با شأن بالاست از نظر جایگاه اداری، در حد معاون نیست، محافظ نیست دیگه. بعد از اون جلسه ای که میذارن، نتیجه اون جلسه این میشه که فردا صبحش روز پنجشنبه، دقیق تاریخش رو من بگم خدمتتون، 6 مهر، زهرا لاریجانی از خونه میاد بیرون، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه میپیچه جلوش و پرونده رو میدن دست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، دیگه دست وزارت اطلاعات نمیدن، که باعث عصبانیت، من شنیدم باعث عصبانیت این کارشناسای وزارت اطلاعات میشه و اینا، که ما رو این کار کردیم و اینا، چرا پرونده رو دادن به حفاظت اطلاعات سپاه؟ پس میخوان معامله کنن پشت پرده وقتی پرونده رو میدن اونجا. پنجشنبه 6 مهر ماه صبح زهرا لاریجانی رو میگیرنش
میبرنش به اسم این که یعنی با این پوشش که گزارشی که آمد نیوز منتشر کرده ممکن یعنی باعث آگاهی عوامل انگلستان در ایران شده و ما به خاطر اینکه زهرا لاریجانی ترور نشه توسط عوامل جاسوسی انگلستان در تهران ما اینو میبریمش ازش محافظت کنیم. همین استنباط پوچی که سر قضیه موسوی و کروبی هست رو اینا 5 دقیقه وقت داریم آقای زم. آره خلاصه اینو میبرنش و تو شرق قائم بلوار ارتش دستگاه دروغ سنج بهش نصب میکنن و بعدش اعتراف میکنه که بعد 2-3 روز که بله من به خاطر اسناد پدرم و اسناد مدارک شناسایی پدرم و اسناد مادرم و خانوادم و اینا رو همه رو دادم که برای بریتیش پاس که پاس انگلستان رو بگیرم و خب اطلاعات بولتن محرمانه بسیار سری که اسناد هسته‌ای بوده، امنیتی بوده، مفاسد نظامی کلان بوده، اینها رو همه رو نشر داده به سفارت انگلستان با جمع‌آوری پنهانی که عنصر سفارت انگلیس در تهران بهش آموزش داده. این ماجرای بولتن محرمانه چیه؟ محتواش؟ یعنی از کجا دست این رسیده؟ بولتن محرمانه باید یعنی دو نوع بولتن محرمانه داریم، یه بولتن هفتگی داریم یه بولتن ماهیانه. اهمیت بولتن ماهیانه طبقه بندی حفاظتیش بسیار بیشتر از بولتن هفتگیه و دست 10 نفره. یک مأمور مشخصی داره در شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور، این بولتن رو تهیه میکنه، 72 ساعت میده به دبیرخونه محرمانه یا اون نهاد، مسئول اون نهاد باید توی اون اداره اون رو مطالعه بکنه و برگردونه. اما صادق لاریجانی بر اساس برخلاف موازین حفاظتی این بولتن رو میبرده خونش و زهرا لاریجانی از تو خونه عکس میگرفته، به اضافه سایر اسناد اطلاعاتی دیگه عکس میگرفته و تو تردداش و توی بالاخره قرارهای حضوری داشته. ما یک دو تا فیلم داریم، امیدوارم که فیلم ها رو برسیم منتشر کنیم و اینها رو عکس این بولتن محرمانه رو میده، به بولتن های محرمانه رو میده. خود صادق لاریجانی هم هنوز معلوم نیست خبر داشته یا خبر نداشته، احتمالاً با هماهنگی خودش بوده. تحلیل کارشناسان وزارت اطلاعات و کارشناسان صاحفاسا سازمان حفاظت اطلاعات سپاه اینه که آقای لاریجانی اطلاعات همین الان زهرا لاریجانی آیا آزاده یا تو زندانه؟ زهرا لاریجانی من یک روایتی شنیدم با واسطه که مثل روزی 5-6 دفعه بازجویی داره، یک روایتی هم میگه هنوز بازداشته، هنوز به طور قطع از چون از دو تا ارگان جداست نمیتونم ارزیابی. خب ببینین دو تا سندی که دو تا نامه رو همین الان نشون میدیم، توضیح درباره اینا 3-4 دقیقه وقت داریم، خواهش میکنم. یک سند سفید رنگی آی فلاتی، اینو من چون برنامه شما رو خیلی دوست دارم و شما رو خیلی دوست دارم اولین بار تو این برنامه منتشر کردم، که یک سندی هست 29/6/95 که سفیدتره از بله، اون برگه. بله همینه که داریم میبینیم. بله بله اینجا میگه که صداقت مدیر کل کاشف مرکز حفاظت اطلاعات قوه، همین که اخراجش کردن چند روز پیش با فرد هست فجی اخراج کردن، اینجا میگه پیرو به دستور ریاست محترم مرکز حفاظت اطلاعات قوه، یعنی کی؟ اسماعیل خطیب، مبنی بر محرمانه بودن کلیه اقدامات اطلاعاتی و تعقیب کیس مرتبط با خانم زهرا لاریجانی فرزند مقام معظم ریاست قوه و با توجه به حساسیت بالای موضوع، نتایج و گزارشات اصداری توسط آن مرکز سری تلقی گردد و پس از ارسال موارد به این معاونت از دسترس دیگر واحدها خارج گردد. ضمناً احمد سوم که میاد اونجا، احمد سوم این دو تا چیز دارن، یه دونه احمد سوم دارن، یه دونه هم عرضم به حضورتون که من اینجا بگم که کاشف دارن. کاشف کارشناسای سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که کاشف 1 تا 10، احمد معاونینن، یعنی در سطح معاونینن که بهشون میگن احمد. اینها حالا یعنی میگه که آقا این گزارش تغییر مراقبتی که گرفتین از کلیه واحدها جمع آوری کنین و توی این قوه توی این مرکز نگهداری بشه و ردش رو از توی تمام واحدها پاک بکنین. خب این یه سند رسمیه که قید محرمانه داره بالاش. بابت این سندهای سند دیگه میگه که باز همون صداقت نامه میزنه مدیر کل کاشف، میگه که تو این سند به وضوح قید میشه که خانم زهرا لاریجانی در گزارش در ابتدا در آدرس مندرج در گزارش با خانم زهرا لاریجانی فرزند حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست معظم قوه قضاییه ارتباط برقرار کرده اند. شناسایی و اقدامات لازم جهت جمع‌آوری اخبار در خصوص اهداف آن افراد. آن افراد کیان؟
عوامل سرویس اطلاعاتی انگلستان به وضوح در سند گلیت شده. این اسناد از MI6 دست من نرسیده، این اسناد از داخل قوه قضاییه به دست من رسیده. الکی ما رو وصل نکنن به MI6 و این موساد و نمیدونم اینا بگن اونا این اسناد دارن. این اسناد ما از داخل حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در آوردیم و داخل سازمان اطلاعات سپاه، و اینجا به وضوح قید شده که با سرویس اطلاعات انگلستان این خانم ملاقات داشته و تیم تعقیب مراقبت بره روی این افراد کار بکنه که با سازمان حفاظت اطلاعات انگلستان مراوده داشتن، ببینم با این خانم چی کار دارن. این سند مجوزه برپایی تعقیب و مراقبت برای زهرا لاریجانیه. طبقه بندی حفاظتیش محرمانه است. تاریخ سند 24/6/95، یعنی 95 تیم تعقیب مراقبت حفاظت اطلاعات قوه کل روی زهرا لاریجانی سوار شد. بسیار سپاسگزار آقای روح الله زم. اگر که این قضیه ادامه پیدا کنه ما هم کشش میدیم. بسیار سپاسگزارم. آره، فیلم داریم آقای فلاحتی انشالله. من فقط اینجا یه نکته کوتاه رو بگم. ببینید برای مردم واقعا این وقتمون تمومه، اصلا نمیشه گفت. به هیچ قیمتی از پرده آخر نمیگذرم. اینم یه محرمانه است. بریم. شب و روزگار خوش.